سلام آقای خامنه‌ای، حال شما چطوره؟ من دیدم سازمان زندان‌ها امروز بیانیه داده و گفته که دیگه از این به بعد در زندان‌ها شکنجه نباشه، آزار روحی روانی نباشه، سلول انفرادی زیاد از حد نباشه، یعنی این که پیش از این بوده. چقدر خوبه، بالاخره بعد از 42 سال یک بیانیه دیدیم که انسانیه و ارزشمنده، به فال نیک میگیریم. میتونست اینم نباشه، درسته؟ میتونست اینم نباشه. میخوام دعوت کنم شما رو که یه بیانیه هم شما بدید، یه بخشنامه هم شما بدید. منتها قبل از این که شما بخشنامه بدید باید با هم یه آزمون بدیم، من، شما و چند نفر از دوستان و اطرافیان شما. ببینید، در دنیای فهم آقای خامنه‌ای، در دنیای فهم پرسنل دولت یعنی کارکنان دولت نباید معتاد باشن، آلوده به مواد مخدر، هروئین، شیشه، کرک، تریاک نباید باشن. افرادی که کارهای خصوصی دارن و آزاد دارن میتونن باشن، گرچه ناپسنده ولی من این نداره، ولی پرسنل دولت چون از دولت حقوق میگیرن نباید آلوده باشن. من میخواستم پیشنهاد بکنم که یه محکمه تشکیل بدیم، بعد بسیجیان شما رو، اونایی که انسانن و در درونشون آثار انسانی هنوز هست، سپاهیان شما رو به عنوان داور، به عنوان قاضی فرا بخوانیم قضاوت کنن. پس من نوریزاد از شما دعوت میکنم برای اینکه ما این لکه ننگ اول کشور پر مصرف مواد مخدر رو از چهره جمهوری اسلامی شما پاک بکنیم، تن به این آزمون میدیم. من محمد نوریزاد، شما به اضافه آقای شریعت مداری کیهان، آقای دکتر ولایتی شما و آقای دکتر حداد عادل با هم دیگه میریم تست تریاک میدیم، تست مواد مخدر، تست اعتیاد. بعد خروجی این تست رو میایم به صورت آشکار علنی میکنیم که نگاه کنید آقای خامنه‌ای تست داده، آقای شریعت مداری تست داده، آقای دکتر حداد عادل، دکتر ولایتی تست دادن، محمد نوریزاد هم تست داده. نگاه کنید اینجوریست. بعد که انشالله از گل پاکتر بودید شماها، من نوریزاد آلوده بودم، من رو طرد میکنید، مفتزه میکنید، بعد خودتون با انتشار اون نتیجه آزمایش به تمام دستگاهاتون اعلام میکنید که هیچ آیت اللهی اجازه نداره تریاکی باشه و بعد فتوا صادر بکنه، هیچ قاضی نمیتونه تریاکی باشه و بعد حکم صادر بکنه، هیچ نماینده مجلس نمیتونه معتاد باشه و بعد قانون وضع بکنه، هیچ دولت مردی اجازه نداره تریاکی باشه و بعد تو دستگاه اجرایی تعیین تکلیف بکنه. باور کنید این ایده بسیار مبارکی است. استقبال بکنید. با هم دیگه میریم تست میدیم، نتیجه تست رو منتشر میکنیم و بعد جمعیت کثیری از اونایی که معتادن از بدنه دولت میریزیم بیرون، از بدنه آیت الله ها میریزیم بیرون، از بدنه قضات میریزیم بیرون و از بدنه مجلس، از بدنه دولت. باور کنید خیلی خوبه ها. استقبال بکنید از این پیشنهاد محمد نوریزاد.